عزیزان سلام، سیاوش مدرسی هستم با برنامه دیگر ایسکرا با شما و با حمید تقوایی هستیم. حمید تقوایی عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه‌مون. من مطابق معمول در ارتباطم با داخل و خارج از کشور، یه سری از دوستان و عزیزان و بینندگانمون و اینا سوالاتی مطرح میکنم یا سوالاتی خودشون دارن که اینا رو سعی میکنم بندی کنم و اینجا پاسخگوی سوالات، ابهامات، اختلافات حتی یا هر جوری باشه بهش بپردازیم. و همینه که دوباره باز از شما خواهش میکنم هر نکته ای دارید اصلا توجه نکنید در توافق، در اختلاف، در هر چی. اینجا یه تریبونه که به مسائل صحبت کنیم، مشورت کنیم، همدلی کنیم و پاسخ پیدا کنیم. خب با این مقدمه مجددا خوش آمد میگم حمید تقوایی، خوش اومدید به برنامه‌مون. و اگه اجازه بدید سوال اول رو که باز از ایرانه، ازمون پرسیدن که یک سوال کلی وجود داره، برام یک سوال کلی وجود داره که چطور و بیشتر و بهتر میشه به این اعتراضات از راه دور کمک کرد و حزب چطور میتونه بیشتر تأثیر گذار باشه؟ سوال جالبیه، فکر میکنم. بله خیلی ممنونم اولا که بالاخره من رو باز دوباره به این برنامه دعوت کردید برای که به سوالات دوستان جواب بدیم. اما در این مورد اولین نکته که میخوام بگم اینه که از راه دور، خب یک بحثه، ولی اگر معنیش اینه که حزب ما از راه دور داره دخالت میکنه یا میخواد فعالیتی کنه، خب این درست نیست. حزب ما شاید بسیارم بگم بدنه اصلی مبارزاتیش و اعتراضات خیابانیش در خود ایرانه، یا بالاخره یک بخش مهمش در خود ایران هست. و بنابراین سوال کلن اینطور مطرح میشه که چطور میتونه حزب، اونطور که دوستون پرسیدن، در اعتراضات نقش بیشتری ایفا کنه یا اعتراضاتو بیشتر به جلو برونه. برای ما سوال اینطوری مطرح میشه. خب ما میدونیم این انقلاب زن زندگی آزادی دو جبهه مهم داره، جبهه داخل کشور و جبهه خارج کشور. اینا کاملا به هم مربوطن. حزب ما به معنی رهبریش، تلویزیونش، ارگانهای به اصطلاح ستادیش و مرکزیش، خب در خارج کشور، چون یک حزب تبعیدیه، مثل هر حزب انقلابی بالاخره مجبور در تبعید مبارزه کنه. این بنابراین این یک عرصه فعالی و در خارج کشور در برابر ما باز میکنه که ما همین ده روز دو هفته گذشته بود فکر کنم، در دو ویکند گذشته شاهد باز برآمد وسیع خیابانی بودیم در شهرهای خارج کشور، مشخصا در اعتراض به حکم اعدام توماس صالحی و در حمایت از زنان بی حجاب و علیه یورش وحشیانه مزدوران حکومت به زنان. این یک عرصه‌ای بود، یک به اصطلاح هدف و انگیزه‌ای به ایرانیان مهم خارج داد که دوباره در یک سطح وسیع به خیابون‌ها بیان. و ما بعد از مدت‌ها شاهد اعتراضات و تظاهرات چند هزار نفره بودیم، مثلا در تورنتو در کانادا بیش از 8000 نفر در اون روز به خیابون اومدن. در استکهلم هم همینطور تظاهرات وسیعی شد، در آلمان، شهرهای آلمان هم همینطور. در حال یک برآمد جدیدی بود و حزب این رو فعالانه درش دخالت داشت. در داخل کشور هم ما می‌بینیم مشخصا اگر بخوایم از نظر تجمعات خیابانی نگاه کنیم، فعال‌ترین بخش بازنشستگان هستن امروز. کارگران بازنشستگی میشه گفت، چون بخش اعظمشون کارگران یا کارگران شاغل بازنشسته، چون در مواردی به اتفاق کارگران شاغل به خیابون آمدن. این هم یک برآمدی هست. در مثلا اینطوری میتونم بگم که تنها تجمع خیابانی هست که مشعل انقلاب رو زنده نگه داشته. و خواستایی که بازنشستگان مطرح میکنن هم فقط خواستای مربوط به خود بازنشستگان نیست، بلکه خواستای اقتصادی اجتماعیشون حتی فراتر از بازنشستگان میره. شعار اتحاد علی فقر و فساد یک شعار محوریشون هست. و از اون طرف در رابطه در همین اول ماه مه، روز جهان کارگر، در اعتراض به قتل توماس صالحی و همچنین اعتراض به حجاب اجباری شعارهای تند و روشنی مطرح کردن. این هم یک عرصه است که من میتونم فقط اینجا عمومی بگم و بگذرم که
حزب اینجا هم نقش داره و تلاش میکنه نقش هرچه بیشتری ایفا کنه. ما تلاش اون در تا اونجایی که به داخل کشور برمود میشه این هست که این الگوی تجمعات اعتراضی بازنشستگان رو گسترش بدیم، از دانشجویان بخوایم، از جنبش کارگری بخشای مختلف طبقه کارگر بخوایم، از معلمان بخوایم که معلمان تا حد زیادی کنار بازنشستگان بودن که در کنار صف بازنشستگان قرار بگیرن، پرچم علیه فقر و فساد رو همه بلند کنیم و تظاهراتشون حمایت کنیم، بهشون بپیوندیم. این یک جنبه از عرصه فعالیت‌های اعتراضی که حزب برش اتکا داره در خارج کشور مشخصاً، در داخل و خارج ولی مشخصتر در خارج کشور. تلاش ما این هست که فعالین و دستندرکاران انقلاب زن زندگی آزادی و جنبش های اعتراضی مثل علیه اعدام مثلا یا علیه حجاب، علیه آپارتاید جنسیتی رو هرچه بیشتر هماهنگ و همراه و متحد کنیم. قدم های مثبتی در این جهت برداشته شده از جمله در رابطه با جنبش علیه اعدام و ما فکر میکنیم میشه به در عرصه های دیگه هم این رو گسترش داد و به این ترتیب تلاش کنیم که نهادها و چهره ها و فعالین مقیم خارج کشور هرچه وسیع‌تر و متحدتر به خیابون ها بیان. در داخل کشور هم همونطور که گفتم تلاش ما این است که با الگو قرار دادن تجمعات بازنشستگان بخش های دیگه اعتراضی جامعه رو به خیابون فرا بخونیم، به حمایت از بازنشستگان فرا بخونیم، به خصوص به بلند کردن پرچم اتحاد علیه فقر و فساد. اینها خیلی خلاصه تلاش محورهای تلاش ما در داخل و خارج کشوره. بله مرسی، خیلی ممنون. ولی اگه این سوال این بیننده عزیز یا شنونده یا به هر حال دوست عزیز رو بخوایم یکم بازش کنیم، برمیگرده به همین فکر میکنم نکته‌ای که شما هم گفتید، جمهوری رابطه حزب با جامعه رابطه ماهی و آبه، طبیعیه، و جمهوری اسلامی و رژیم های دیکتاتوری دقیقا احزاب رو کاری میکنن، فعالین احزاب همه رو به ساخت قطع رابطه به وجود بیارن بین احزاب و جامعه، بین شخصیت ها و جامعه، بین جامعه تو تبعیدی، ما تبعیدی داریم و داخل حزب، حزب قاعدتا یه حزب اجتماع تو جامعه معنی و تعریف داره، خودتون یه تاکید خوبی داشتین. و حالا این تاکیدشونه که تو این شرایط، تو این شرایط تبعیدی که هستیم چطور میشه بهترین تأثیر گذاری رو داخل داشته باشیم. گرچه فکر میکنم امروز به یمن خیلی فاکتورهای متفاوت، فاکتورهای سیاسی، اجتماعی، تکنولوژی و غیره و غیره، این رابطه هرچه بیشتر نزدیک شده. سوال کنکرت ایشون اینه که از راه دور اینو اشاره تأکید میکنن و حس چطور میتونه بیشتر تأثیر بذاره، یعنی با توجه به این فاکتورها در این مورد چی فکر؟ این جنبه شما اشاره کردید. اولا به نظر من به معدد مدیای اجتماعی اساسا و تکنولوژی اینترنت و پلتفرم‌های اینترنتی الان خیلی رابطه نزدیکی برقرار شده بین اعتراضات در داخل ایران و اعتراضات در خارج کشور. کاملا یه رابطه میتونم بگم دو طرفه و ارگانیکی وجود داره، به نحوی که پیشروی‌های داخل کشور فوری منعکس میشه در خارج، خودی تأثیر میذاره. همین اعتراض به حکم، آخرین نمونهش اعتراض به حکم اعدام توماش، خب در داخل کشور به یک طوفانی تبدیل شد، اساسا طوفان در فضای مجازی و در شعارهای خیابونی هم که گفتم در 8 مارس اینو دیدیم، در بیانیه‌های معلمان، بیانیه‌های بازنشستگان، بیانیه‌های کارگران، کانون نویسندگان، بخش مختلف جامعه این اعتراض رو دیدیم و این فوری منعکس شد به شکل تظاهرات چندین هزار نفره که مدت‌ها در خارج کشور نداشتیم در اعتراض از جمله به این حکم توماج. یا فرض کنید یورش حکومت به زنان که در داخل کشور تبدیل به یک موضوع حادی شد و یک نوع طوفانی رو ایجاد کرد، در خارج کشور هم انعکاسش دیدیم. به نوبه خودش هر پیشروی در خارج از اون طرف بازتاب پیدا میکنه، امید میده، چشمانداز میده، روحیه میده به مبارزین در داخل. این رو ما داریم میبینیم. الان فراخوان‌هایی هست، حتی منشورها و بیانیه‌های منتشر شده با امضای فعالین و نهادهای معرفی و شناخته شده در خارج کشور و در داخل کشور و این یک سنت بسیار خوبی هست که داره گسترش هم پیدا میکنه. بنابراین وقتی از راه دور صحبت میکنیم، گرچه این حتما مهمه که اکتیویست‌هایی که در خود ایران هستن خب
یک شرایط و فضای کاملا ویژه دیگری برای پیشبرد مبارزه دارند و در خارج کشور تفاوت‌های اساسی داره. ولی این مانعی نمیشه که بگیم به اصطلاح امروز دیگه از راه دور و نزدیک اون تأثیری که ممکن بود مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش قبل از تکنولوژی کامپیوتری داشته باشه اون تأثیر دیگه نداره. و این رو به خصوص اکتیویست‌ها و فعالین به خوبی در ایران دارن ازش استفاده میکنن، از فضای اینترنتی و مدیای اجتماعی برای متحد شدن. این که حزب چطور میتونه بیشتر تأثیر بگذاره، این درگیر ارزیابی از شرط امروز انقلاب و رفع موانعی که بر سر راه وجود داره. من اینجا فقط به دو مانع اشاره میکنم. یک بحث همبستگی و همراهی و همبستگی اکتیویست هاست. ببینید یک تجربه داشتیم در جنبش کارگری که اساساً تشکل‌های کارگری بودن ولی تشکل‌های زنان و دادخواهان و دانشجویان و غیرم بودن، منشوری مثل منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی در بهمن‌ماه 1401 منتشر شد که 20 تشکل کارگری اون رو امضا کرده بود. این تشکل‌ها بعد از اون دیگه ندیدیم حرکت مشترک و متحدی داشته باشن. بخش‌های منشورهای دیگه در آوردن، از جمله منشوری به اسم میثاق 1403 که 8 تشکل امضا کننده اون بودن. از این 8 تشکل چند تاشون همون امضا کنندگان منشور 1401 بودن. ولی این قدم‌های کوچیکی است. به نظر من این پتانسیل هست، این امکان هست که لااقل همون 20 تشکلی که اون منشور رو که به نظر من طور جامعه مطالبات جامعه رو بخش مختلف رو منعکس میکرد، باز همچین پرچمی رو بلند کنن، دنباله اون منشور رو بگیرن و سعی کنن بیشتر در کنار هم ظاهر بشن. به نظر من ببینید ما یه متدی که داریم معتقد به این هستیم که رابطه احزاب از جمله حزب با جامعه از طریق فعالین برقرار میشه. جا به جا کردن به اصطلاح جمعیت، شکل دادن به خیابان یا به اعتصاب یا به هر به تظاهرات به اعتراضات توده‌ای به وسیله اکتیویست ها و فعالین و نهادها و چهره های پیشرو و دست اندر کار در اون عرصه است و احزاب از طریق اینها اساسا میتونن تاثیرگذاری کنن. به همین خاطر تاکید ما این هست که در جنبش کارگری به خصوص و در جنبش های اعتراضی دیگه فعالین هرچی بیشتر دور هم جمع بشن و حرکت هایی مثل انتشار منشور مطالبات حداقلی اسمش گذاشته بودن انجام بدن، شاید اون هرچی بیشتر رواج پیدا کنه و شایع بشه. این یک جنبه ماست. به نظرن پیشروی انقلاب که امروز مشخصا به معنی بازگشت گسترده خیابان انقلاب به خیابان هست، این مانع. بنابراین یک فاکتور برای رفع مانع همین اتحاد و هم کنار هم قرار گرفتن تشکلات و نهادهای مبارزاتیه در جنبش کارگری، در جنبش زنان، در جنبش دانشجویی، کلا در انقلاب سرنگونی طلبه و انقلاب زن زندگی آزادی از طریق حرکت‌های مشترک خیابانی و در شرط ممکن این زیاد ممکن نباشه ولی اساسا قبل از اون از طریق بیانیه‌ها، فراخوان‌ها، تومارها و ایجاد گفتمان‌های مشترک. وقتی جامعه ببینه که مثلا اون 20 تشکل کارگری 20 تشکل دیگه کارگری و بازنشستگان و دادخواهان و مدنیان غیر بهش اضافه شده و منشور دیگه منتشر کردن، مطمئن باشید این میتونه سرآغاز یه حرکت و گسترش و اوجگیری تازه در انقلاب باشه. این یک فاکتور. فاکتور دوم به نظر من نقش رهبریه. این رو همه میگن که این انقلاب از غیاب رهبری رنج میبره و یک نقطه ضعف اساسیش اینه. این رو چطور باید بررسی کرد؟ این هم ما حزب معنی مشخصی داره. ما فکر میکنیم که حزب رهبر انقلاب حزبی میتونه باشه که اولا قبل از این انقلاب انقلابی باشه، یعنی پرچم انقلاب و چشمانداز انقلاب محور جامعه قرار داده باشه. دقیقا. کسانی که با انقلاب با سر بلند کردن انقلاب زن زندگی آزادی به صرافت انقلاب افتادن، خب اینا در بهترین حالت مهمانان موقت انقلاب هستن. حزبی میتونه این رهبری رو در دست بگیره که از مدت ها قبل این چشمانداز محور جامعه گذاشته باشه، نه فقط به عنوان یک استراتژی یا هدف کلی بلکه در عرصه‌های مختلف مثل علیه حجاب، علیه اعدام، علیه آپارتاید جنسیتی. این یک جنبه است. جنبه دیگه، خصیصه دیگه اون حزب رهبری باید نماینده وحدت تمام بخش‌های جامعه
در رادیکال ترین و عمیق ترین شکل علیه جمهوری اسلامی باشه، یعنی در واقع نماینده نه عمیق مردم به اوضاع فعلی. این هم خصوصیت مهمی هست. حزبی به نظر من میتونه این خلأ رو پر کنه، این رهبری رو تأمین کنه که اساسا این دو خصوصیت رو داشته باشه. خصوصیت دیگری هست، من اینجا وقت نیست واردش بشم، ولی فقط میخوام بگم حزب ما تلاشش این هست که این خلأ رو پر کنه و هرچه بیشتر این ویژگی‌هایی که گفتم رو در عمل و نظر خودش رعایت کنه و بپیش بره. لازم باشه من یه جنبه‌ای رو یکم تاکید کنم رو، شما به درستی گفتید وجود شبکه‌های بسیار گسترده سازماندهی علنی در داخل کشوره. وقتی آدم به کانال تلگرام مراجعه میکنه، نگاه میکنید کانال‌های متفاوتی دارن. ارکان ثالث کانال داره، تمام بحثاشون اونجاست، رژیم هم اونجاست، اونجا صحبت میکنن راجع به اینکه اعتصاب چجوری کنیم، کاملا علنی. کارگران واحد، بازنشستگان، دو تا سه تا کانال دارن، دانشجویان، جنبش جوانان، یعنی با یه خودسازمانیابی در داخل کشور شبکه‌هایی که خیلی علنی توی چیزام کار میکنن وجود دارن و این تسهیل میکنه طبعا رابطه دو طرفه بین داخل و خارج، تبعید و داخل خارج رو کمرنگ میکنه و تأثیر گذاره. اجازه بدید برم سراغ سوال دوم که اونم تقریبا تو یعنی بخشی از همین سواله. سوال شده برای سازماندهی مردم در رابطه با تظاهرات و آمدن به خیابان‌ها به خصوص در کردستان، آیا حزب کمونیست کارگری نقشی دارد؟ ما نقشی ایفا کردیم؟ حزب نقشی ایفا کرده؟ اگه کرده به چه نحویه؟ چه جوریه؟ خب من به اون موارد قابل مشاهدهش علنیش میتونم طبعا اینجا اشاره کنم، چون میدونید دست بازی نداریم برای اینکه بگیم حزب واقعا داره در داخل چیکار میکنه. ولی در کردستان، از همین کردستان شروع کنم، سه مورد اگه اشتباه نکنم فراخوان اعتصاب داده شد در کردستان در طی انقلاب زندگی آزادی که در این موارد حزب ما جزء فراخواندندگان بود و جزء فعالین و این اعتصابات شکل گرفت در به پهنه کردستان شکل گرفت و این نقشی بود که گفتم یکی از نقش‌های قابل مشاهده حزبه. ولی جنبه‌های دیگری هست که تو همین سطح که من نمیتونم اینجا واردش بشم، ولی توی سطح اجتماعی تأثیراتی که حزب داره، ببین ما قوه جاذبه رو نمیبینیم ولی تأثیراتش رو میبینیم و پی میبریم که قوه جاذبه‌ای در کاره. در مورد حزب هم شما تأثیرات مستقیمش رو نمیبینید یا ما نمیتونیم به شما نشون بدیم از نظر شرایط ایمنی و توازن قوا، این رو به ما اجازه نمیده، ولی تأثیراتش رو میتونید ببینید. من یک مثالی زدم تو سمینارهای داخل حزبی، گفتم مثل اینکه شما گرمایی رو حس میکنید و میدونید بخاری در کاره ولی خود اون بخاری رو نمیبینید. به نظر من گرمای سیاست و شعارهای حزب تو جامعه کاملا محسوسه. حتی بیانیه‌ها و فراخوان‌هایی که کار ما نیست، حزب ما رابطه مستقیما باش نداره، میبینید منعکس کننده بسیاری از شعارها و خواسته و سیاست هاییست که حزب ما مطرح کرده، به طوری که برخی از فعالین اونا رو مستقیما به حزب ما نسبت میدن، حتی منتقدین ما به حزب ما نسبت میدن به عنوان انتقاد که چرا مثلا این سند اینجاش کمه یا اونجاش اشتکاله، خطاب به ما حرف میزنن. این به نظر من اینو نشون میده سیاست های حزب، شعارهای حزب اونقدر اون تأثیر رو داشته که به طور مستقیم و غیر مستقیم ما در سطح خیابان، در فضای مدیا اجتماعی، در بیانیه‌ها، فراخوان‌ها، منشورها تأثیراتش رو می‌بینیم و جای در برخی موارد این تأثیرات چنان روشنه که همه دوست و دشمن حزب فعالین به این طور تصور میکنن که حزب دست اندر کار این قضیه است. در حال من میخوام بگم و این رابطه، یعنی رابطه اجتماعی حزب با جامعه، ببینید وقتی از رابطه حزب با جامعه صحبت میکنیم یه جنبه مستقیمه، یعنی تعداد اعضای که حزب داره، پیوستن فعالین به حزب به عنوان عضو حزب و مستقیما سیاست‌های حزب رو در دست گرفتن، این یک جنبه است. یک جنبه از نظر اجتماعی که به نظرم مهمتره به خاطر که تو سطح هزاران هزار نفره اتفاق میفته و تو سطح توده‌ای شعارها، سیاستها و رهنمودهای حزب مقبول واقع میشه و در جامعه جاری میشه. ما این سطح رو به خصوص کاملا داریم مشاهده میکنیم و از این لحاظ به نظر من حزب تونسته
تأثیرات مهمی در همین روند انقلاب زندگی آزادی بر روند اعتراضات داشته باشه. خیلی ممنونم. به نظرم به نکات مهمی اشاره کردین، در این حال که واقعا دست و بال بسته است برای اینی که توی همه شرایطی که همه میدونن، ولی تأثیر و این اثر رو داریم میبینیم از لحاظ سیاسی و همه معترفم بهش. خب ما یه 5 دقیقه وقت داریم، علاقه دارم یه مقدار این وقت رو اختصاص بدم بیشتر به کردستان. حمید تقوایی، شما در ارتباط با کردستان یه شرایط ویژه‌ای داره، شرایط تعصب شخصیت‌ها، همه چی جلوی صحنه است، یعنی خیلی چیزاش جلوی صحنه است، البته تو ایران هم هست، تو جای دیگه، فعالین راست، فعالین چپ، فعالین ناسیونالیست، فعالین متفاوت. توی کردستان نهادهایی داریم مثل نهادهای علیه کولبری، نهاد نبه تابو، نبه خشونت علیه زنان، نهادهای اینجوری هم هستن که فعالیت میکنن در کنار نهادهای دیگه، نهادهای متفاوتی داریم که دارن کار میکنن. شما چه چیزی دارین نسبت به این، یعنی چه فاکتورهای اساسی نسبت به این جنبش ها، به این تحرکات که الان تو کردستان ایران هست و حزب هم کمیته کردستان هم توش فعال و روش خیلی تمرکز داره، شما چی فکر میکنید؟ ببینید، اولا از نظر نفس این فلان حزب رو بذاریم کنار، نفس این تعرضات و تشکل ها و مبارزات در کردستان همیشه ویژه بوده، همیشه فعالتر از بخش های دیگه ایران بوده. درست. انواع NGO ها، انواع تشکل ها، نهادها، نهادهای حتی فرهنگی، ورزشی، غیره که در وقتی توش تعمق میکنید میبینید در واقع سیاسی هن. دارن به نوعی از طریق یه هنر معینی یا ورزش معینی یا یک عرصه معینی دارن اعتراضشون علیه کل این شرایط اعلام میکنن. خب کردستان میدونیم، سابقه شو میدونیم، کردستان یکی از معدود مناطقی از ایران هست که از همون روز اول مقابل جمهوری اسلامی ایستاد، دست به اسلحه برد، مبارزه کرد، همه اینا رو میدونیم. و هیچ وقت جمهوری اسلامی ها هیچ بخشی از جامعه کردستان نپذیرفت، اونطوری که ممکنه تو شهرهای دیگه ایران. خب در اعتراضا اینطور نبود، کردستان از روز اول اینطور بود و این اعتراضات همطوری پیش رفت. این یک ویژگی کردستان که مثلا خیلی مهمه و الان هم داریم میبینیم. ویژگی دیگرش این است که یک جامعه متعذبه و از این نظرم کاملا متفاوته و میتونم بگم جلوتر از استانهای دیگه ایران، بخاطر که در بقیه ایران هنوز حزبیت یک نوع تابوست، هنوز گویا ما اعلام کنیم من مستقل از حزب هستم، حتی فعالیت من مستقل از احزابه، گویا این یک فضیلت محسوب میشه. در کردستان طور نیست. همسایه میدونه همسایه‌اش حزب دموکرات یا کومله است یا حزب کمونیست کارگری یا حزب کمونیست ایرانه و نه تنها میدونن اینو، افتخار میکنن که ما در رابطه با یک حزب متشکلی داریم مبارزه میکنیم، اعتراض میکنیم، یک فرد نیستیم. این فرهنگ به نظر من باعث میشه که به نوبه خودش کردستان بسیار فعال و همه جانبه در میدون باشه. در همین انقلاب زندگی آزادی هم دیدیم، یه ویژگی انقلاب زندگی آزادی در واقع این بود که کردستان نقش محوری درش داشت و تا اونجایی که به حزب ما مربوط میشه، خب سابقه حزب ما، نسب حزب ما هم به کردستان میرسه. بالاخره ما حزب کمونیست ایران رو در کردستان پایگذاری کردیم و تأثیرات زیادی در جنبش های اعتراضی، جنبش سرنگونی انقلابی در کردستان داشتیم به مدت طولانی و هنوز هم این نقش و جایگاه ما در کردستان داریم. شما به جنبه های اشاره کردید، به نظر من این نمونه هایی که گفتید مثل نبه تابو یا کولبران، اینها نمونه هایی هست که میتونه تکثیر بشه، میتونه عرصه‌های مختلفی متشکل بشن فعالین حول سیاست و پلتفرم رادیکالی و این یکی از بهترین راه‌های تقویت انقلاب زندگی آزادی و جنبش سرنگونی در کردستان همین است. در شهرهای دیگه ایران هم این صادق، ولی در کردستان شرایط بسیار آماده تره برای سازماندهی به این نوع عرصه‌ها و تشکل‌های به این شکل ایجاد کردن و ما به سمت خودمون تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هرچی بیشتر این اتفاق بیفته. بله خیلی ممنونم، وقت زیادی نداریم، سوالات زیاده حمید تقوایی، ما هم دست از سر شما ور نمیداریم. فکر میکنم این سوالات رو دوباره ارتباط داریم، سوال میپرسن دوستان و این سوالا رو مطرح میکنیم. الان تو لیست سوال هم یه سری سوال دیگه هم هستن که قرار جلسات دیگه بهش بپردازیم. به هر حال تأکید میکنم منم با شما خیلی موافقم که
گره اصلی الان در مورد مسئله کوربران و نه به تابو، نه به خشونت علیه زنان متحد شدن، متشکل شدن و کار کردنه. اینه که امیدوارم تو این زمینه اگر پیام ویژه‌ای به این دو عرصه داریم، چون احساس میکنم حقیقتش تشکلیابی ضعیفه توشون، توی عرصه ای که حقیقتا تحت فشارن، حقیقتا اصلا وحشتناکه، نمیشه به این بهش گفت که کار، عرصه هایی که بیشتر مثلا در مورد کولبری به دوره هخامنشیان و نوسنگی و اینا مربوطه، این تحقیر انسان و تا این سطح تازه به گلوله بستنشون، و در کنارش داریم چه دزدی های کلان و چه فاجعه ای هست که الان رقابت انتخاباتی هم هست، اینه که من بیشتر دزدیدم سهم تو رو دادم یا تو ندادی. رائف پور میاد خیر نمیدونم یارو رئیس مجلسه رو میگیره پاسداره، اون میاد اینو لو میده. یعنی یه وضعیت اینجوری، در کنارش ثروت های میلیاردی داریم و از این طرف داریم که انسان ها رو به یک کار قرون وسطایی، به یک کار ما قبل تاریخ دارن سوق میدن. من فقط فکر میکردم بهش فقط تو دوره اهرام ثلاثه شاید ابزار کار بیشتر استفاده میشد تا کولبر و سوختبر و نمیدونم اینجور مقولات. پیامی دارید به این عزیزان؟ ببینید، در اهمیت این عرصه ها شکی نیست، الان فرصت نیست بیشتر باز کنیم، شما نکات اشاره کردید در این، خب فکر نکنم کسی تردید داشته باشه. بس سر اینه که چطور میتونید مبارزه در این عرصه سازمان بدید و بیشتر پیش برید. من فکر میکنم اینجا هم همونطور که کلا هم گفتم اینجا مشخصا حلقه اصلی اینه که ما تشکلهامون کاملا با آغوش باز، هر فعالی رو در این عرصه مستقل از معیارهای ایدئولوژیک و تعلقات حزبی، خصوص در کردستان، چون گفتم در کردستان هر فعالی تعلق حزبی داره، اینها رو اگه در محاسبات وارد کنید به نظر من به جایی نمیرسید. هر کسی که واقعا دلش به درد میاد از این جنایتی که علیه کولبران میشه یا خشونتی که علیه زنان میشه که جزی از خشونت عمومی علیه زنان در سراسر کشوره، ولی در کردستان شکل ویژه و حادتری حتی به خودش میگیره، کسی که دلش به درد میاد و واقعا میخواد دست به عملی بزنه، فقط ناظر نباشه و به میدون بیاد، باید با آغوش باز استقبال کرد و همه باید بتونیم با تشریک مسایی، با همراهی، با همگامی کنار هم قرار گرفتن این مبارزات هرچه قوی تر به پیش بریم. بنابراین تنها تأکید من اتحاد و هماهنگی و همراهی هرچه بیشتر، مشخصا در مبارزه علیه وضعیت کولبران و خشونت علیه زنان هست. من بر این فقط تأکید میکنم. خیلی ممنونم، متشکرم. حمید تقوایی، مرسی از وقتی که در اختیارمون گذاشتین. دیگه وقت زیادی نداریم، گفتم که سوالات زیاده و حتما دوباره باز مزاحم میشیم و از وجودتون استفاده میکنیم. عزیزان متشکرم از همراهیتون، همدلیتون و تشکر میکنم از نگار عزیز که کارگردانی و مدراتوری این برنامه رو به عهده داشتن. امیدوارم جلسات دیگه، بحثای دیگه، و حتما مجددن خواهش میکنم آدرسای تماس ما هستن این زیر، تماس بگیرید، سوالات رو مطرح کنید، همدلی کنیم، همکاری کنیم، همفکری کنیم، متحدن با هم پیش بریم. متشکرم، تا دیداری دیگر و بدرود.